سلام. وزارت خارجه امریکا از حکومت افغانستان و طالبان میخواهد تا به خشونت کاهش داده و به گفتگو رو بیاورند. البته وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله حمایت کرده است. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمده و با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله دیدار کرده و روی قدم ها و اقدامات بعدی در پروسه سال گفتگو کردند. بر بنیاد خبرنامه ارک که نوشته شده در این دیدار بر تأمین آتش بس یا کاهش خشونت پیش از آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان گفتگو صورت گرفته. البته پیش از این تشدید جنگ در افغانستان، پس از او حمایت کشورهای روسیه، چین، ایران و پاکستان از پروسه صلح افغانستان و خواست رهبر طالبان مبنی بر این که از امریکایی‌ها خواستند کسی را اجازه ندهند که مخالف تطبیق موافقتنامه شود یا این موافقتنامه را به ناکامی روبرو بکند، اقدامات تازه چقدر امیدواری ها بر صلح را نزدیکتر می سازد. به خط کابل خوش آمدید. روی همین موضوع بیشتر بحث میکنیم با مهمانانم، آقایان سید نقیب‌الله هاشمی، آگاه سیاسی و عضو پیشین شورای ولایتی کابل که از طریق خط اسکایپ با ما هستند، و همچنان میر عنایت‌الله آشفته، آگاه امور سیاسی که از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما وصل هستند. آقای هاشمی، بحث با شما آغاز بکنم. چقدر امیدواری ها تازه شده؟ چقدر با سفرهای تازه خلیلزاد و توافق سیاسی که در کابل صورت گرفت، چقدر به صلح نزدیک هستیم یا که هنوز هم فاصله مانده و تلاش های باید صورت بگیره؟ به نام خدا. سلام عرض ادب خدمت شما جناب آشفتن صاحب، بیندگان محترم تلویزیون، مردم شریف نجیب افغانستان. شکی نیست که مردم عزیز ما به صلح نیاز دارند. صلح ضروریت اولیه از اونا است. از جنگ خسته شدند. باور کنید که دیگر تحمل جنگ در افغانستان بسیار مشکل است داشته باشیم، به خاطر که مکتب ما، مسجد ما، شما شاهد هستین در ماه مبارک رمضان شفاخانه ما امن نیست. بنابراین ما نیاز به صلح داریم. اما یک چیز براتون عرض کنم که صلح هم یک ارادی قوی داره. باید ما ارادی قوی پلان برنامه بگیریم. فرصت تک پرسان کردیم، فرصت بسیار خوب مساعد است، خوب وقت شما است. شرط عزیز که یک اراده قوی بالخاصه در این وقت که یک تفاهم نامه در بین جناب رئیس جمهور و دکتر صبح عبدالله امضا شد و بحث شورای عالی مصالحه را به جناب دکتر صبح عبدالله تفویض کردند، یک فرصت طلایی هم عزیز که جامعه جهانی ما را کمک میکنه. فرصت دوم که نسبی یک اجماع ملی به میان آمده، پس اینی فرصت است و او زمان میتونه که تحقق صلح پیدا کنه که ما از فرصت استفاده کنیم. بلخواست جناب دکتر صبح عبدالله که قبلا اعلان میکرد که اگر من برندام شوم و یک لحظه پادشاهیم کنم نمیکنم، اما اگر مسئله صلح باشه او رو اولویت میکنم. بله آقای هاشمی، چقدر امی اراده را شما در شرایط فعلی میبینین در نزد حکومت افغانستان، نزد امریکا و کشورهای منطقه؟ روز پیش یک نشست را داشتن و صلح افغانستان کشورهای منطقه هم حمایت کردن. حالا اراده نزد امریکا و نزد حکومت و نزد طالب وجود داره که ما در کوتاه مدت به صلح برسیم و این حملاتی که احتمال زده میشه بیشتر شده برای کاهش پیدا بکنه؟ خب اگر واقعا اراده قوی باشه و تصمیم جدی گرفته باشه، انشاءالله ما میتونیم برسیم، به خاطر که برای ما ثابت شد که جنگ راه حل نیست. زور جنگ هم طالبا هم حکومت اردو دیدن و ما در چوب سوخت جنگ افغاناست، منافع کسای دیگه میبره. ما به صلح نزدیک شدیم، فقط یک اراده قوی که دکتر صبح عبدالله در این وقت و بخش مسئولیت شورای عالی مصالحه را گرفته، فقط یک اراده قوی، یک تصمیم، چون نسبی اجماع ملی هم ترتیب شده، سیاسیون دیگه که مانده اونا را جمع کنن، انشاءالله ما میتونیم که جامعه جهانی ما را کمک کنن به طرف صلح میریم. ورنه اگر این فرصت طلایی را از دست دادیم، شما باز ببینین که خدای نخواسته ما در حالت بریم که باز کردن از او بسیار مشکل است، بسیار دور است از ما. آقای آشفته، با توجه به آنچه که آقای هاشمی هم گفتن، چقدر امیدواری بر صلح بیشتر شده در این شرایطی که توافق سیاسی هم امضا شد؟ رهایی زندانیان هم یک بحثی از صحبت های آقای خلیلزاد با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله بوده که روی یک میکانیزم معقول باید با توافق برسن.
در کدام جای قرار دارن در بحث صلح و امیدواریایی که احتمال زده میشه بیشتر شده یا اینکه هنوز هم مشکلات وجود داره؟ با تشکر از شما و مهمان محترم شما، بسم الله الرحمن الرحیم. ما صادقانه عرض بکنم که این خوشبینیه که جناب هاشمی صاحب دارد، با تاسف ما به این پیمانه خوشبین نیستم، ولی امیدوار هستم، توکل تو علی الله. به خاطر از این خوشبین نیستم که بازیگران سیاست در داخل و در خارج عم و مرایه هستند که 40 سال اخیر قضیه افغانستان به یک گاو شیری تبدیل کردن و از او بهره برداری منفی کردن. اگر خواسته باشیم صلح تأمین شود، بازیگرانش باید صادقانه وارد میدان شوند. زمانی که با یک مکس کوتاه متوجه میشیم که بحران موجود چطور با وجود آمد، چطور 8 ماه فرسایشی بزرگ شد، چطور قانون اساسی کشور، قانون انتخابات و تمام پروسه مصالحه و یا روند و ادعای مردم سالاری و شایسته سالاری و انتخابات و دموکراسی و امثال همه به صفر ضرب کردن و تابوتی از او را به دست خود توسط امریکا و نماینده خاصش آقای خلیلزاد دفن کردن که بازیگر اصلی از اونا در داخل کشور آقای عبدالله و آقای غنی و رئیس جمهور قبلی آقای کرزای بوده، با ائتلاف نامیمونی که در بن به وجود آمد. همی کسا متوجه میشین که از آغاز بحران تا الحال بازیگر هستن. بله. و همزمان با این که نقش منفی را در طی 40 سال بازی کردن، الحال هم در یک فضای نامطمئن و غیر شفاف دور هم جمع شدن. بله آقای آشفته، با توجه به این وضعیت و نگرانی را که کشورهای منطقه داره، دو روز پیش نشست مشترکی را که اینا داشتن به گونه آنلاین تصمیم گرفتن که از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت میکنن، خروج از افغانستان باید مسئولانه باشه، بحث عدم تهدید از کشور افغانستان به کشورهای منطقه و بعضی از موارد دیگر هم یاد کردن که پس از او هشدار از تشدید جنگ داده شد، از بیشتر شدن حملات داده شد، با توجه به توافق سیاسی که در کابل صورت گرفت و احتمال تشدید حملات به چی معنا میتونه باشه؟ آیا هنوز هم نارضایتی نست کشورهای منطقه وجود داره و اراده‌ای که باید وجود داشته باشه؟ آقای هاشمی پیشتر گفتن نزد امریکا چقدر برای صلح افغانستان به شکل واقعی دیده میشه؟ عرض کردم و بخوایم به ادامهش صحبت بکنم که بازیگران اصلی 6 جمدو در منطقه و امریکا در رأسش طی 40 سال و به خصوص طی 18 سال اخیر با حضور قوای ناتو و امریکا در افغانستان بازی را آغاز کردند که تا الحال مسیر معین و مشخص نداشتند. 18 سال قبل به خاطر آوردن دموکراسی، نابود کردن القاعده و تروریسم و طالبها وارد افغانستان شدند. بله. و یک تعداد بازیگران متهم به جرم و جنایت ای اشغال استقبال کردند، تایید کردند و دوری از دوری هم جمع شدند و یک حکومتی در بن ساخته شد. حال پس از 18 سال 19 سال اما ترورست قبلی منایس پارتنر امریکا و منایس طرف معاملی امریکا وارد بازی شده و امریکا متحد است که تعهدنامه یا فیصله نامه یا توافق نامه که در دوحه قطر صورت گرفته ای باید تطبیق شود. خب و یعنی تطبیق توافق نامه نتیجه فکر میکنین که امروز طرف معامله است؟ بله، تطبیق توافق نامه را فکر میکنین که نتیجهش رسیدن به صلح باشه، اراده ای که نزد امریکا است با توجه به آنچه را که در بود داخلی شما اشاره کردین؟ حال به ادامه صحبت خود میخواییم بگیم که وقتی با ترورست 18 سال قبل امروز تعامل صورت گرفته و میخواییم که 5000 زندانی از زندان رها شوه و حکومت مشترک ایجاد شوه، حکومتی که تازه دیروز پریروز توافق کردن در یک بحران بسیار خطرناک جامعه را غرق کردن و خودشان در اختلاف عمیقی قرار داشتن و قرار دارن تا الان. ممنون آقای آشفته، تشکر. پس از یک میان برنامه کوتاه در پیوان با نقش کشورهای منطقه، روند مذاکره پس از اینکه بیشتر میشه سفرهای خلیلزاد و نقش طالبان صحبت خواهیم کرد. همراهی من کنید.
بازم خوش آمدین. روی سفر خلیلزاد به کابل و خواست وزارت خارجه از وزارت خارجه امریکا از غنی و عبدالله و همچنان از طالبان مبنی بر اینکه کاهش خشونت باید اتفاق بیفته و با گفتگو رو بیاورن با توجه به توافق سیاسی در کابل و افزایش تنش‌های امنیتی را که ما شاهد هستیم و سفرهای تازه خلیلزاد چقدر به صلح نزدیک میشیم روی صحبت میکنیم. آقای هاشمی با توجه به آنچه را که آقای آشفته اشاره کردند که حکومتی که در کابل شکل گرفت و توافق سیاسی که اتفاق افتاد و مشکلات بسیار زیاد اجتماعی ای حکومت روبرو است، با توجه به آنچه که طالب در حالتی که قرار داره، حکومت در وضعیتی که قرار داره و امریکا در شرایطی که قرار داره، انتخاباتش پیش رو است و تلاش‌هایش بیشتر وجود دارد، چقدر صداقت در پروسه صلح افغانستان به نظر میرسه؟ خوب شک نیست که یک بخش برمیگرده به امریکا که انتخاباتش است و پلان برنامه‌ش است، یک بخش به حکومت کابل، بخش دیگه برمیگرده به طالبان. اگر حکومت کابل منازعات خود کنار بگذاره، تفاهم‌نامه‌ای را که امضا کردن در بین جناب رئیس جمهور جمادات دست عبدالله، اگر این صادقانه باشه، واقعا صادقانه کار کنن و اختلاف باز ایجاد نکنن، در صدد از این است که پینجا تقسیم نشن و منتظر از این باشن که در کجا وزیر مقرر کنند، در کجا والی مقرر کنند، این به اون مشکلات خود را مصروف نسازن. چی بکنن به نظرتون؟ در بعض صورت چه اقدامات لازم است که روی دست بگیرن بگونه فوری؟ خب، بدون فوری، فقط عاجل امی که یک اجماع ملی ترتیب شده نسبی یک امکی را تکمیل کنند و دکتر صد عبدالله پلان برنامه خود جور کنه، عاجل هیئت مذاکره کننده را ارسال کنه به طرف طالبا، برن سر چند موضوع عمده بحث کنن که او کاهش خشونت است، مذاکرات بین الافغانی و رهایی زندانیان تصمیم بگیرن. اما اگر اینها مصروف زده بند خود شوند، بخواهند که کابینه خود تشکیل کنن، آیست آیست هر کدام از خود پیش کنن، در اون صورت دچار مشکل بسیار قوی و زیاد ما میشیم. ما امیدوار هستیم که دکتر صد غنی جمع دکتر صد عبدالله بدانند که او وقت 5 سال پیش نیست یا 4 سال قبل نیست، حال طالبا یک حالت دیگه را به خود گرفتن، هم در عرصه نظامی هم در عرصه سیاسی. بله. نه حکومت باید طالبا را اخطار بده که ما از حالت دفاعی میبریم حالت تعرضی را میگیریم، نه طالبا باید حکومت اخطار بده. خب. که ما هم حالت تعرضی را به خود میگیریم، دفاعی را ما را میگیریم. آقای آشفته ممنون. آقای آشفته با توجه به آنچه که آقای هاشمی گفتن، حکومت طرح پلان و برنامه‌اش برای صلح واضح بسازه، هیئت مذاکره کننده‌اش مشخص بسازه، نه طالب در وضعیتی است که دیگه جنگ بکنه نه هم حکومت. بله بفرمایید. ما متاسف هستم که دیدگاه ما چیزهای دیگه را پیش روی چشم هموطنان ما قرار میدهم. اگر این گذشته را جمع حال مساوی با آینده بدانیم، ما چگونه و چطور میتونیم که خود اقناع بسازیم که ما به طرف مثبت میریم، در حالی که تازه ترین اخبار امی است که تیم آقای عبدالله مدعی قدرت است و میخواهد که 50% در قدرت سهیم باشه، عکسش برنده انتخابات یا کمیسیون انتخابات کسره که برنده اعلان کرده، اونا پافشاری دارن که یک رئیس جمهور است، یک معاونش است و کابینه واحد و مشترک است. حال اگر صادقانه با امی مسیر و با امی روحیه اینها داشتن یک حکومت متشکل و واحد و فارغ از تیم و تیم بازی ها داشته باشن و اعضای این دولت افراد شایسته ای مملکت باشن، یعنی شخصیت های دانشمند، آگاه و تندوست و کسانی که در جرم جنایت دخیل نبودن و واقعا شایسته سالار و مردم سالار هستند و دستشان به خون مردم آلودن نیست، اگر همچی یک کابینه را به وجود میرن، بله ما امیدوار هستم. و اگر نه ای که جنگ قدرت بین دو تیمی که ملت افغانستان متفرق ساختن، نسل جوان در تقابل هم قرار دادن، دشمنان خارجی افغانستان به حد علایش دستش باز کردن و امروز هم ضد و نقیض خلاف توافق نامه حرف و حدیث هایی را پیش میکنن، آقای رئیس جمهور شمشیر از نیام بیرون میکنه،
آقای معاون رئیس جمهور آماده جنگ است، طرف مقابل آماده عملات بیشتر است، آقای عبدالله گاه طرفدار صلح است، گاه طرفدار مبارزه علیه تروریسم است، گاه مخالف با آمریکا و مخالف با آقای خلیلزاد و تیم بله. آقای عبدالله و آقای خلیلزاد من ایسی یک آدم ترورست پرور، من ایسی یک آدم متعصب، من ایسی یک آدم که هزار بدبختی ملت افغانستان گری میزنن مجزا و سوا از موقف دولت امریکا صرف محولش میکنن مادس یک شخص بنامه ببخشین یک لحظه بفهم. اگر آقای خلیلزاد من ایسی یک فرد ما بپذیریم، باز ادعایی که از جانب مخالفین آقای خلیلزاد مطرح بحث میشه آدم میتونه که سرش مکس بکنه. ممنون. و ایلا اگر خلیلزاد یک لحظه خواهش میکنم جمله اگر تکمیل نشه سوی تفاهم ببرم کوتاه بفرمایید که فرصت کم است. آقای خلیلزاد بله بفرمایید وقتی که اجازه نمیتون بفرمایید. آقای هاشمی با توجه به آنچه که آقای خلیلزاد هم اشاره آقای آشفته هم اشاره کردن، بحث خلیلزاد، مسئله آمادگی حکومت، معاون اول و افراد دیگی که بحث تهاجمی جنگ از سال دهی شرایط، کدام نقاط مثبت است که شما میگین تشکیل بکنن شورای مصالحه را و برن به طرف گفتگو؟ خب نقاط مثبت است که جنگ نتیجه شما دیدیم حکومت همچنان جنگ کرد در 19 سال نتونست که تامین اندت کنن. طالبا حاضر قیاس یک ولایت اگر گرفتن ارز نتونستن، یعنی زور جنگ ما دیدیم. در اینجا به این مطلب رسیدیم که ما تا صلح نکنیم در جایی نرسیم. چند نقطه مهم است. یک، دکتر صاحب عبدالله باید شورای مصالحه را با ارادی بسیار قوی و پلان جدید باید پیش ببرد. خب در شرایطی که حکومت 50-50 بازم تقسیم میشه آقای هاشمی، در شرایطی که بازم حکومت 50-50 تقسیم میشه، یعنی سه مردم مساوی است یا به یک شکل میرن به طرف تقسیم قدرت، چی فکر میکنین که بازم همون تنش داخلی باشه، همون بحث وارد شدن روی چوکی های حکومتی و چگونگی تصاحب از اونچه که آقای آشفته اشاره کردن؟ خب بازم تکرار میکنم، اگر بحث از اینا روی تقسیم قدرت باشه و روی چوکی باشه، بدانید که ما 10 سال دیگه عقب بریم، شاید دو رئیس جمهور باشه نجره بازی، شاید کسان دیگه را امریکا مسلط بسازه. اما اگر ما بحث روی تقسیم قدرت نباشه، پلان برنامه را بر اصل بگیرن که شورای عالی مصالحه را چرا ایجاد کردن، اینمی شورای عالی مصالحه را هم پلان برنامه عبدالله بر جور کنه، هم جناب دکتر صف غنی ایره کمک کنه، مانع برش قرار نگیره، طالبا هم از بهانه گیری بگذرن، آتش بس و مذاکرات بین آغاز کنن. تشکر آقای آشفته. آقای آشفته با توجه به آنچه که کار نکرد بله آقای آشفته با توجه به آنچه که آقای هاشمی هم گفتن، حالا امیدواری شما فکر میکنید که اصلا وجود نداره، یا اینکه اگر بحث صداقت بین حکومت مطرح شود بین امریکا و مطرح شود بسیاری ها به این باور هستن در افغانستان که اگر امریکا فشار وارد بکنن روی طالب و روی حکومت دیگه بحث صلح افغانستان میتونه به بسیار زودی یک طرفه شود؟ ما معذرت میخوایم که در مورد شیوه کار شما انگشت میگذارم، اگر اجازه بدین که یک بار آدم صحبت بکنه و ادای مسئولیت بکنه، مطلبی را که طرح میکنه او را به شکل درست افاده کرده بدونه خواهش شفتا سوالات بعدی حل میشه. ما خدمت شما عرض میکنم که اگر ما در انتخاب دوست خود، چی در داخل مملکت، چی در سرحدات کشور، چی در منطقه و چی در سطح جهان، با یک توافق کلی میرسیم و درست آگاهانه و هدفمند انتخاب میکنیم دوست خود، صف دشمن خود به خود روشن میشن. در حالی که ما در یک حالت ابهام و در یک سردرگمی میخواهیم که در داخل در اتحاد نیروهای سیاسی دوست پیدا بکنیم، در تقابل کشورهای همسایه دوست پیدا بکنیم و در تضاد از اینا در سطح جهانی و منطقه اهداف استراتژیک جهانی را تعقیب بکنیم، ما در یک خلای انتخاب قرار گرفتیم. چنانه که زمانی که انتخاب پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی مطرح بحث بود، ما با مسئولیت گفتم که این پیمان امنیتی بین شیر و یک بره است. حال شما به این باور رسیدین که امریکا هیچ نوع التزامی در برابر پیمان امنیتی خود نداشت. تشکر. اگر داشت امکانات از این نبود، خواهش میکنم، امکان از این نبود که پاکستان
با قوای توپخانه حمله بکنه در افغانستان، بر از اینکه ناتو و امریکا حضور داشت. اما زمانی که آقای جانکیری گفت که این مسئله داخلی شماست و بین دو همسایه، معنای از این داشت که شما دو همسایه بین خود به تفاهم برسید. حال همسایه منافع خود میخواهد، همسایه دیگه ما منافع خوده. این دو همسایه کاملا در تضاد هم منافعشان ایجاد میکنه و چهار کشوری که در اخیر بین خود به تفاهم رسیدن. بسیار تشکر آقای آشفته، تشکر. فرصت ما هم رو به تمام شدن است. بگذارین در دقیقه در ثانیه آخر نظر آقای هاشمی را داشته باشیم. آقای هاشمی، در چند ثانیه اگر گپ ما را جمع بکنیم، آینده صلح را به می شکل اگر سفرهای خلیلزاد است، اگر بحثایی که در پیوان به صلح جریان داره را چگونه می بینین؟ اگر آقای خلیلزاد صادقانه واقعا در دو کشتی پا نمانه، صادقانه پیش بره با افغان ها، ما میریم به طرف صلح. ورنه اگر نرس صادقانه باز به طرف اصول نرسیم. دوم نقطه، مسئولیت به امریکایی نیست، مسئولیت به خود ما افغان هاست که بالاخره مادر وطن از ماست. تشکر. هم از جناب رئیس جمهور که کردی افغانستان میکنن، هم طالبا که آدم میکنن، ما باید مسئولیت بگیریم. ما به طرف اصول باید بریم، هم دیگر پذیری کنیم، یکی دیگر در آغوش بگیریم. تشکر. اجماع ملی جور کنیم، ما میتونیم سر بریم. در غیر امریکایی ایران در ابد نه. بسیار تشکر آقای آشفته، از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما بودن و همچنان آقای هاشمی هم از کابل. و تشکر از شما بینندگان عزیزم، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.